هنرمندا با کار خودشون، با حرف خودشون به مردمشون یک پیامی میدن. اونها مدیون مردمشون هستن، اونها سعی میکنن که حقیقت رو بگند به مردم و سعی میکنن خوشبختی مردم رو در خوشبختی خودشون و خوشبختی خودشون رو در خوشبختی مردم ببینن. و هنرمند به معنای واقعی جواب به مسئولیت‌های تاریخیشه. ولی باور کنید اگه هزار بار دیگه برگردم، تصمیماتی که گرفتم درست بوده و من تا آخرین لحظه حیاتم در کنار این مقاومت بودم و واقعا بزرگترین افتخار زندگی من همینه. رفته است و نمی رود حضورش از خاطر حاضران این عصر، پرشور هنروری که می بود منصور هنروران این عصر. هنرمند گرانمایه، عضو شورای ملی مقاومت ایران، هنرمندی سراپا احساس مسئولیت و درد نسبت به سرنوشت مردم و نسبت به تعهدات خودش و هنرش در قبال آزادی و آزاد کردن میهن. روحش شاد منصور قدرخواه، همرزم عزیز و دوست داشتنیم، عضو محبوب و با وفای شورای ملی مقاومت. دیر زمانی بود که عاشق مجاهدین و مبارزه اونها شد و با شور و عشق بسیار به شورای ملی مقاومت پیوست، عضو شورا شد. هنرمند دوست داشتنی، نویسنده و سناریست فیلم و همچنین کارگردان سینما، هنرمند آزادی خواه و مبارز. البته که بیان کلمه درگذشت در مورد این قبیل هنرمندان شاید درست نباشه، چرا که اگر حضور هر انسانی به پیام شورانگیزش و به نقشی هست که از خودش به جا میذاره، زنده یاد منصور قدرخواه نرفت. همه شما ضایعه درگذشت همرزم عزیز شورایی، زنده یاد منصور قدرخواه را تسلیت میگویم. به خصوص میخواهم از همینجا به مادر گرامی ایشان تسلیت بگم که میدونم براشون بسیار دردناک و شوکه آور بوده. همچنین به خانواده ایشان و به مردم اصفهان و همچنین جامعه هنرمندان ایران تسلیت میگویم. به تک تک شما اعضای شورای ملی مقاومت ایران و همه اعضایی که در این جلسه نیستند تسلیت میگم. به همه اشرفی ها در رزمگاه لیبرتی و همچنین به مسئول شورا هم تسلیت میگم. نام منصور قدرخواه، این هنرمند پرشور مثل سایر هنرمندان شورا، مثل آن دو منوچهر سخایی، آقای آلیوندی، آقای مادران و مرزی عزیز، به همراه همه شهیدان و درگذشتگان عضو شورا زنده و باقی خواهد بود. شخصیت صمیمی و بی‌آلایش و عشق و ایمانی که در این مبارزه از خود نشان داد و اینکه همیشه مدافع سرسخت اشرفی ها بود، هرگز از یاد نخواهد رفت. فکر کردن به تعهد و تکاپو و تلاش مبارزاتی آقای قدرخواه در هنرهای او
از جمله در نقاشی ها، در فیلمسازی و همچنین در کلام آتشین و شجاعانه او، در حمایت او از مقاومت برای آزادی مردمش و همچنین حضور فعال و پرشور و استوار او در جلسات شورا و همچنین در نبردهای سیاسی شورای ملی مقاومت، در این سالیان ارزش‌هایی رو برجسته می‌کند که جنبش ما در طی این سالیان در کارزار پایداری خلق کرده، ارتقا داده و امتداد پیدا کرده. به راستی که در وانفسای انحطاط و پسرفتی که این رژیم حاکم کرده و زیر فشارها و حمله های همه جانبه این رژیم، آن هم در یک مبارزه سخت و طولانی، این چنین ماندگاری و تعهد پذیری حقیقتا کیمیا و نایاب است. هر کس که مرزهای خودش را با رژیم سفت و سخت نگه داشته، هر کس که فشار و رنج این دوران را بر دوش هموار کرده و هر کس که مدافع و نگاهبان این مواضع بوده، قدر و منزلت بالایی دارد و منصور قدرخواه از چنین شخصیت‌هایی بود. از کودکی دردمند زیست و به اندیشه درمان افتاد و به محض یافتن قافله مقاومت با دردمندان همسفر شد. حتماً که به طور ویژه هموطنان اصفهانی ما منصور رو به یاد میارن که از همون جوانی به هنر رو آورد و در تئاترها و سینما آثارش رو شروع کرد و مدتی هم به عنوان عکاس و فیلمبردار و مستندساز در تلویزیون اصفهان مشغول به کار شد. ولی از اونجا که قلبی عاشق مردم داشت و شیفته شخصیت‌ها و چهره‌های مجاهد و مبارز و انقلابی بود، خودش رو در صفوف قیام انقلاب ضد سلطنتی پیدا کرد تا آزادی و زندگی آزادانه رو برای مردم میهنش به دست بیاره. ولی خیلی زود با دیدن رفتار ضد بشری خمینی راهی تبعید شد. او در آلمان تحصیلاتش رو در رشته نقاشی، ادبیات و تولید فیلم تکمیل کرد. بذارید داستان پیوندش با مقاومت ایران رو از زبان خودش بشنویم. والا من زمانی کشور رو ترک کردم که خمینی در اوج محبوبیت بود، در سال در فروردین 1358، و شرایط رو من اون زمان خیلی بد می‌دیدم و این رژیم که در حقیقت سرقت انقلاب سلطنتی رو کرده بود رو خوب نمی‌دیدم. بعد از آمدنم دیدیم که در کردستان جنایت‌ها شروع شد و در هر صورت من در خارج کشور قلبم برای هم‌میهنانم می‌تپید، ولی خب چاره غیر از تبعید نداشتم. و باور کنید روزی نیست، یا حتی میتونم بگم ساعت و دقیقه نیست که به فکر کشورم نبودم. ولی خب بعد از طرقی مدتی آمدم آلمان، حدود 30 سال در آلمان زندگی کردم. در اونجا درس‌های فیلم برداری، عکاسی، طراحی و بعد کارگردانی و سناریو نویسی رو خوندم و خب همیشه برای من سرنوشته مردمم و مخصوصا مبارزینی که برای آزادی کشورم می جنگیدند خیلی مهم بود. تا کم و بیش فعالیت سیاسی داشتم، ولی به اون صورت زیاد نبود. تا بوده 17-18 سال پیش که با خانم مرضیه آشنا شدم و با هنرمندای دیگه شورا، و در هر صورت تشویقم کردند که بیشتر فعالیت بکنم و من اومدم و در اختیار این جنبش و این مقاومت قرار گرفتم. و واقعا خیلی سخت بود، خیلی همه چیز تحت فشار قرار میگرفت وقتی آدم نزدیک این مقاومت میشد. ولی باور کنید اگه 1000 بار دیگه برگردم، تصمیماتی که گرفتم درست بوده و من
تا آخرین لحظه حیاتم در کنار این مقاومت بودم و واقعا بزرگترین افتخار زندگی من همینه، بیشتر از هر جایزه دیگه ای که احتمالا میگرفتم یا در گذشته گرفتم، این عضویت در شورای ملی مقاومت و در کنار مجاهدین بودن هست. در کشور ما خون می‌ریختند و دیگران سکوت می‌کردند. چرا وقتی که هواپیماهاشون نه یکی و دوتا پر از تاجرها می‌رفتند اونجا، همون زمان بیشترین تعداد صدای شلیک گلوله‌ها از زندان‌های اوین و قزل‌حصار و بقیه زندان‌های کشور ما به گوش اینها نمی‌رسید؟ و چرا از توی دل این تجارت، این سیاست کثیف در اومد که سمبل‌های ما مورد حمله قرار گرفتند؟ ما، بله، واقعاً من به این معتقدم که ما در زمانی که یأس و ناامیدی بر تمام دلها حاکم بود، در زمانی که تمام عوامل فرهنگی به این رژیم کمک می‌رسوندند و اون رو بزک می کردند، آرایش رفورمیستی و از این حرفا می کردند، ما تنها بودیم. و واقعا درود بر شما خانم رجوی، درود بر مسعود که ما رو، این امید رو در دل ما زنده نگه داشت و ما رو به این افتخار بسیار بزرگ آورد که الان می بینیم در کشورمون چه قیامی، چه شوری، چه آگاهی، چه سطحی از فهم و شعور در صحنه جهانی اومده. صحبت امروز ما از یک هنرمنده، ولی یاد کردن از منصور قدرخواه تنها یاد کردن از یک هنرمند نیست، بلکه یاد کردن از تعهد همه هنرمندانه. تجلیل از معنا و مفهوم خود هنره و منصور قدرخواه واقعا یکی از نمادها و شاخصهای این وفاداری و عشق به مردم و پایبندی به این تعهد بود. کسی که با حقیقت و روبرو شد، ارزش زندگیش بقیده من هر روزش اندازه یه عمر دیگرانه، چون کیفیت میآفرینه و تاریخ رو میتونه نقش بده و شکل بده. در زمانه حاکمیت ستم و اختناق بر جامعه، ارزشمندترین چیز برای یک خلق و برای یک ملت وفا به عهد و پیمان با مردم و آرمانهای مردمیه. ولی این تعهد عام در شرایط اختناق و سرکوبگری های وحشیانه و همینطور در دورانی که ستمگر میکوشه هر کسی رو که میتونه به تسلیم بکشونه، برای یک هنرمند ضریب میخوره.
تعهد هنرمند به مردم و آزادی مردم، تعهدش به کار و آفرینش هنریشه و در حقیقت ذات تعهد هنریشه. و زنده یاد منصور قدرخواه در تمامی لحظات زندگیش با این تعهد زندگی کرد. بارها بر اون سوگند خورد و خودش بارها بالاترین افتخارش رو همین وفاداری و همین عشق و استواری و وفا به قافله مقاومت و مجاهدان آزادی دونست. از این رو او حالا گرچه از میان ما رفته ولی باز هم هست. به عنوان همون الگو، به عنوان پیامی که خود منصور داده و میده که هنرمند در کنار مردم باید به وظیفه‌اش در قبال مردمش عمل کنه تا آخرین نفس. به ویژه که منصور قدرخواه عشق خاصی به همه رزمندگان و کل قافله مقاومت داشت و بزرگترین افتخار زندگی خودش رو عضویت در شورای ملی مقاومت می دونست. مطمئن باشید کاری که تو ما میکنیم کاریست که داد مردان و شیر زنانی که توی تاریخ انجام دادن. شما بخشی از تاریخ هستید، الان بخشی از تاریخ هستید. مطمئن باشید تمام دردها و رنجهای ملت ما فقط و فقط با ایستادگی شماست که به پایان خواهد رسید. منصور حتی پیش از پیوند با مقاومت در آلمان نمایشگاهی از سناریوهای فیلمهای کوتاه خودش و همینطور مستندها و عکس برپا کرد و جوایز هنری زیادی در این رابطه کسب کرد. او با تلاشی سخت فیلمهای افشاگرانهی در مورد جنایتها و تروریسم آخوندهای حاکم بر ایران تهیه کرد. او در فیلم چشم در برابر چشم که در سال 1992 ساخته شد، شکنجه های وحشیانه آخوندی در زندان ها رو به تصویر کشید. همینطور در فیلم مستند رد پای ترور در مورد ترورهای رژیم در داخل و خارج ایران که در سال 1996 ساخت، به ماهیت جنایتکارانه رژیم و سیاست مماشات غرب پرداخت و اون رو افشا کرد. بعد از پخش این فیلم از تلویزیون فرانسه، رژیم آشکارا و به شدت به دولت فرانسه و همینطور به آلمان اعتراض کرد. منصور همچنین فیلم تولد ترور رو در دست داشت و قسمت‌هایی از این فیلم رو هم آماده کرده بود که متاسفانه با درگذشت دریغ‌انگیزش ساخت این فیلم ناتمام موند. سایر فیلم‌های منصور عبارت بودند از فیلم خداحافظ مادر بزرگ ساخته شده در سال 1994، فیلم در میان فقیرترین فقرا از کالی تا کلکته در سال 1998 ساخته شد. زنده یاد منصور قدرخواه علاوه بر فیلم سازی و کارگردانی، آثار زیبا و متعددی هم در زمینه نقاشی، عکاسی یا هنر دیجیتال داشت. راستی کدوم اپوزیسیونی؟ ما همه اپوزیسیون ها رو میشناسیم، همه انقلابات رو میشناسیم، میتونست در مقابل چنین فشاری دوام بیاره؟ و این چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما اصالت داره، مبارزه ما اصالت داره، ریشه در اعتقادمون به دموکراسی داریم، ریشه در اعتقاد به استقلال کشورمون داریم و استعدادات کشورمون رو میخوایم در چارچوبه استقلال و آزادی شکوفا بکنیم. منصور قدرخواه این هنرمند گرانقدر و پرشور مقاومت، از جمله کارهای دیگرش مقالات نوشتن مقالات متعددی بود در دفاع از مقاومت ایران و به طور خاص
وقتی که مقاومت مورد حمله مزدوران و اجیر شده های وزارت بدنام اطلاعات رژیم قرار می گرفت، منصور با احساس مسئولیتی، باید بگم فلواقع ستودنی، به افشای این خائنین و مزدوران رژیم می پرداخت. به همین دلیلم همواره مورد حملات کینتوزانه و وحشیانه این مزدوران قرار داشت. از میون مقالاتش، اگر اشتباه نکنم، یکی از مقالاتش که من همیشه به یادم مونده عبارت با این عنوان بود که وحشت دیوانوار خودفروشان و تواب تشنه به خون از سرنگونی محتوم رژیم جهل و جنایت. این یکی از مقالاتی بود که من به یاد دارم. البته نوشته های متعددی منصور داره، همچنان که سناریوهای فیلمش هم بسیار شهرت پیدا کرد. به راستی که رژیم ولایت فقیه پیش از هر کس دیگر با رفتارش خود پایان خودش را اعلام می کند. همانطور که می دانیم، یکی از کارهایی که وزارت اطلاعات رژیم توسط مزدورانش می کند، جاسوسی و به دست آوردن اطلاعات از کسانی که علیهش مبارزه می کنند می باشد. امروز این مزدوران نه از خارج کشور بلکه از ایران پاکتی به آدرس سابقم فرستاده بودند که اداره پست آن را به آدرس جدید انتقال داد. در لحظه اول دریافت چنین نامه‌ای، این ژست مسخره رژیم به نظرم رسید که می‌خواهد قدرت نمایی مسخره‌ای انجام دهد و پیام ترور و وحشت آفرینی به وجود آورد و به خیال احمقانه ماموران وزارت اطلاعات تهدید کند که می‌دانیم کجا هستی و غیره. عقیده من وظیفه هر ایرانیه که در مقابل این رژیم ددمنش و جنایتکار بایسته و ما کمترین کاری که میتونیم بکنیم ایستادن در یک خیابون خارج از کشورمونه. دوستان ما در ایران با وجود خطر در مقابل اون دشخیمان ایستادن. یکی از ویژگی‌های بارز زنده‌یاد منصور قدرخواه افتادگی و فروتنیش و عشقش به همرزمانش بود. او همیشه با تمام عواطفش در هر صحنه‌ای تنها به کار و نقشی که میتونست برای مقاومت ایفا کنه فکر میکرد و چیزی که براش مطرح نبود خودش بود. هنگام بیماری شادروان منوچهر سخایی، منصور مصاحبه‌ای رو با منوچهر ترتیب داد که توجهتون رو به بخشای از این مصاحبه که فروتنی منصور در اون بسیار بارزه جلب میکنه. آقای سخایی، خیلی ممنون باز که شما ما رو پذیرفتید. من یادمه که حدود یک سال و سه ماه پیش در همین جا نشسته بودیم و 12 ساعت قبل از عمل جراحی شما با هم به صحبت پرداختیم. در اون زمان خودتون مایل بودید این گفتگو رو انجام بدیم به خاطر اینکه این عمل جراحی برای شما به هر حال نسبتاً خطرناک بود و شما میخواستید حرفاتون رو بزنید. بقیده من آقای سخایی آدم باسواد، در هنرمند ایران استثنایی، متعهد، در کنان هنرمند دیگه شورای ملی مقاومت و واقعاً هیچ چیزی مانع ادامه مبارزش نمیشد و خودش به من میگفت که انگیزه ما همونه که بچه های اشرف هستند. ما در یک منطقه جغرافیه متفاوت زندگی میکنیم ولی باید همون کار رو بکنیم، همون حرف رو بزنیم و همون حقانیت رو به مردم بگیم. یعنی چند ماه قبل از چیز، خوب آقای سخایی خیلی لاغر و لاغرتر میشد. من به دلیل نزدیک بودن خونم خیلی وقتا بر حسب تصادفیشون رو میدیدم، ایشون هیچ وقت نمیذاشت کسی برای ایشون کاری بکنه. من همیشه ازشون میخواستم که خواهش میکنم مثلا خریدتون رو به من بگید، ولی حاضر نبود و من بارها دیده بودم یا در حال خرید یا توی بانک یا موقعی که از رستوران غذا میگرفتن میبردن خونه، من میدیدمشون. و بعد یه دفعه یادم کنار یه رستورانیشون رو دیدم و
گفتم الان هوا خصوصیت خوب نیست، سرده، شما نباید اینجا باشید، چرا به من تلفن نمیزنید؟ ولی آقای سخایی بانک خیلی از ما تشکر میکرد، ما کاری براش نمیکردیم، ولی اون میگفت که من باید خودم روی پای خودم بایستم. و یادم توی اون پارکینگ شروع به گریه کرد. گفتم آقای سخایی چیه؟ گفت این دوستان اینقدر به من محبت میکنن، اینقدر به من محبت میکنن که من اصلا نمیدونم چطوری این محبت رو یک بار جبران بکنم. و گفتم آقای سخایی شما به عنوان هنرمند مردمی در کنار این مقامت ایستاده اید که خیلی ها که در موقعیت یا شبیه شما بودن نتونستن بایستند یا اصلا نایمدن به این طرف. گفت این تنها کاریه که در مقابل این همه محبت میشه کرد. منصور قدرخواه از تبار آن دست از هنرمندان راستینی بود که بین هنر و سیاست خط جدایی نمی کشند و هنر و هنرمند را در مسئولیت پذیریش در برابر چگونه زیستن و تعهد داشتن نسبت به سرنوشت مردم تعریف می کنند. این جملات از یک بیانیه است. بیانیه که آقای حسین مهینی، مدیر جشنواره بین المللی سینمای تبعید سوئد، به مناسبت درگذشت نابهنگام سینماگر متعهد و مبارز زنده یاد منصور قدرخواه منتشر کردند. زنده یاد منصور قدرخواه با وجود رنجی که از عدم امکان کار کردن در سینما، عرصه‌ای که عاشقان آن را دوست داشت می‌کشید، تسلیم تنگناهای تحمیل شده نشد. سازش نکرد و در پایبندی به ارزش‌های دفاع از منافع مردم معامله نکرد. او هرگز از مسئولیت سیاسی خود به عنوان هنرمند شانه خالی نکرد و با شور و شوق و عشق به رهایی مردم در جبهه سازمان یافته برچیدن کلیت نظام جمهوری اسلامی تا آخرین لحظه زندگیش سرافرازانه به مبارزه ادامه داد. عشق بزرگ هنرمند بزرگ مقاومت منصور قدرخواه مجاهدین و به خصوص مجاهدین اشرفی بودند و در سالهای پایداری اشرف و بعد از اون در حملات رژیم به لیبرتی، منصور با برافروختگی بسیار در همه صحنه‌های تظاهرات و تحصن‌ها آماده می‌شد و در صفوف هموطنان اشرف نشان می‌خروشید. در مصاحبه‌هاش هم با کلماتی سرشار از عاطفه از تعهدش نسبت به اشرفیان حرف می‌زد. ولی احساسم رو واقعاً نمی‌تونم بیان کنم چون هنوز لرزه بر اندامم می‌اندازه و این همه شکوه از یه طرف و این همه پلیدی، یعنی واقعا پلیدترین صحنه‌ای که میشه تصور کرد، انسان‌های بی سلاح از یک طرف و واقعا پلیدی بدترین نوعش، وحشیگری، درنده خویی تا کجا. و وقتی اون فریادهای خواهر رو میشنیدم، مخصوصا یکی که الله اکبر میگفت، واقعا لرزه بر اندامم میافتاد و واقعا توی یه نقطه‌ای من رو قرار میداد که دلم میخواست بمیرم و هیچ وقت این تصاویر رو نبینم. و تنها کاری که ما میتونستیم بکنیم این بود که بریم توی اون محلی که میتونستن جلویش رو بگیرن، یعنی جلوی کاخ، اون رو جلوش بایستیم و شعار بدیم. باور کنید که یکی از سخت‌ترین لحظات، البته چندین نوع از این لحظات وجود داشت، ولی 19 فروردین واقعا یکی از بدترین ها برای من بود. و اگه من مبارزه نمی کردم اصلا همون زمان مرده بودم. مبارزه چیزیه که انسان رو زنده نگه میداره و به عقیده من در این حال سختیش زیباترین نوع زندگیه.
منصورم میشه ضمن صحبتهایی که میکرد و همین طرحایی رو که میداد، البته با اون لهجه شیرین اصفهانیش و بسیار صحبتهای صمیمیش که واقعا به دل مینشست، همیشه میگفتش که این وظیفه ما هنرمندها هست که بتونیم صحنه های این جنگ رو واقعا به خوبی تصویر بکنیم و ارائه بدیم به خلقمون و به مردممون و به دنیا. به یقین هستم که منصور از آن دسته کسانی بود که تا آخر، تا لحظه آخر با وفاداری کامل و استوار بر آرمان آزادی و رهایی خلق و میهنش باقی میموند و قطعاً که یاد و نامش و کارهاش هم برای ما همیشه یادش سرسبزه و نامش همیشه در قلب و ذهن و جمع ما و مبارزه ما در هر صحنه‌ای که هستیم زنده خواهد بود و راه و آرمانها و آرزوهای این هنرمند متعهد رو دنبال خواهند کرد. به راستی همانطور که رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پیامش گفت، ارزش‌ها و فضیلت‌هایی که زندگی منصور قدرخواه در این مقاومت بر اونها بنا شده بود، زنده و رویان باقی خواهند بود. پس بذارید ما هم ادامه همون پیام رو تکرار کنیم که آرزوی منصور قدرخواه برای آزادی مردم ایران و شکوفایی هنر و فیلم و سینمای ایران بیشک برآورده خواهد شد. و یارانش در شورای ملی مقاومت و نسل جوان و هنرمند ایران جای او را پر خواهند کرد. این اعتقاد من است که هیچ هنرمندی را نباید در کنار دیکتاتوری به رسمیت شناخت و از او به احترام یاد کرد. منصور قدرخواه، هنرمند عضو شورای ملی مقاومت ایران. برای ثبت و شرح زندگی و نقش هنرمند ارزنده مقاومت ایران، منصور قدرخواه که در دهم آذر 1394 در اثر سکته ناگهانی درگذشت، کتابی با نام نگاهی به کارنامه سیاسی فرهنگی منصور قدرخواه توسط انتشارات بنیاد رضایی ها در خرداد ماه 1395 با 246 صفحه منتشر گردیده است. در این کتاب در 17 عنوان شرح زندگی و خدمات مبارزاتی و فرهنگی و هنری و فعالیت‌های سیاسی او در همراهی با اعضا و یاران مقاومت و مقالات و نوشته‌های وی درج گردیده. در زبان حال به قلم عبدالعلی معصومی زندگی و مبارزات منصور را از کودکی تا فیلمسازی و پیوستن به شورای ملی مقاومت و فعالیت در کنار یاران مبارزش می‌خوانیم. از صفحه 7 کتاب، 6 ماه بعد از پیوستنش به شورا، تلویزیون آرته فیلم ردپای ترور ساخته او را به زبان آلمانی و فرانسه پخش کرد.
بخشی از این فیلم به پرونده ترور دکتر کاظم رجوی، شهید بزرگ حقوق بشر ایران، که در روز 4 اردیبهشت سال 69 به دست تروریست‌های اعزامی از تهران در نزدیکی منزلش در حومه ژنو به شهادت رسید، اختصاص دارد. گرماز سر بریده می ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی رقصیدیم، نام مقاله است از منصور قدرخواه که در پاسخ به یاوه‌گویی‌های مطبوعات رژیم آخوندها در روزنامه ایران زمین به چاپ رسیده. در ادامه مقالات و نوشته‌های متعددی از منصور قدرخواه را در صفحات کتاب مشاهده می‌کنیم. صدای دلنواز شکستن استخوان‌های فرتوت ارتجاع. یاد برنهارد ویکی، کارگردان ضد فاشیست آلمانی. شکوه و اقتدار اشرف نمادی از عظمت انسانی زیستن. اشتباه فاحش بوش و اشتباه استراتژیک اوباما. مسئولیت دولت آمریکا در حفاظت ساکنان اشرف. فریب مردم توسط سینمای سانسور شده. کوپلر، نماینده سازمان ملل یا ناقض حقوق به رسمیت شناخته بشری. مماشات حتی الموت تا انقلاب مهدی. در صفحات این کتاب و در لابلای این مقالات جابجا خاطرات او از ساخت فیلم‌های افشاگرانش